در این برنامه به بررسی رمز ارز اوسیس نتورک یعنی رتبه 111 کوین مارکت کپ میپردازیم رمز ارزی که حامیان خوبی از جمله BMW گروپ و متا را دنبال خودش داره در حال دو تا حامی قدر هستن متا که شبکه فیسبوک و اینستاگرام هستش و یکی از زمینه هایی که در برای فعالیت های این رمز ارز اومده بحث هوش مصنوعی هستش همچنین تو زمینه وب سه هم داره فعالیت هایی را انجام میده که میتونید اخبار بیشتر در ارتباط با این رمز ارز را از قسمت نیوز کوین مارکت کپ بخونید در هر حال من فکر می کنم که ارز خوبی هستش و در بولران بعدی ارزهای دیجیتال میتونه رشد خوبی را انجام بده بریم روی نمودار تا بهترین نقاط ورد و خروجش و بقیه چیزها رو با هم دیگه ببینیم خب این تایم فریم هفتگی ما هستش در بولران قبلی یعنی سال 2021 بالاترین قیمتی که به خودش دیده حدود 6 دهم دلار هست پس بنابراین انتظار ما این هست که این بار بتونه حتی از این عدد هم بالاتر بره و شاید یک تارگت یک دلاری بتونه یک تارگت معقولی برای ارز دیجیتال اسیس نتورک با عبارت اختصاصی روز باشه ROs او اختصار این رمز ارز هستش خب بهترین موقعیت ورود همونجور که مشاهده می کنید در سالهای 2022 و 2023 در عدد 300 دلار بوده جایی که بیت کوین اینجاها به حدود 16 هزار یا 20 هزار دلار رسیده بود قطعا با افزایش قیمت بی... بیت کوین این ارز هم قیمتش افزایش پیدا کرده ولی همونجوری که مشاهده میکنین نسبت به بیت کوین شاید یه مقداری بالاتر هم اومده یعنی تقریبا الان توی این لحظه میشه گفت چهار برابر شده نسبت به حالا این کفی که اینجا داشته که خب حالا, حالا تو بیت کوین هم تقریبا همونه دیگه حالا اگه 16000 رو بخوایم برای بیت کوین در نظر بگیریم با همدیگه همخانی دارن پس بنابراین مانند بیت کوین یک حرکت سعودی را درش مشاهده می کنیم استارتش از تقریبا اکتبر 2023 خورد و همینجور که مشاهده می کنیم. تا این لحظه تونسته سعودی حرکت کنه البته اینجا می بینید یه اصلاح انجام داد مجدد به سمت بالا حرکت کرد الان هم تا 18 صدام اومده یه اصلاح انجام داده در تایم فریم هفتگی میشه الان یک کندل سبز کوچیک را اینجا ببینیم و شاید مجددا این پایان یک اصلاح چهار هفته ای بتونه برای این ارز دیجیتال هم باشه بریم در تایم فرمه پایین یعنی تایم فرمه روزانه با هم دیگه نگاه کنیم در تایم فرم روزانه همونجور که مشاهده میکنید اینجا یعنی از 10 مارس وارد یک ریتم نزولی یا اصلاحی شده همجور که مشاهده میکنی یک کانال نزولی که هر بار با نزدیک شدن به کف کانال دقیقا واکنش نشون داده دو بار اینجاها مشاهده میکنی که در عدد تقریبا صف ممیز دوازده یا بهتر بگم صرف ممیز 126 بازگشت رو دیدیم و دو بار هم اینجا تقریبا در عدد صف ممیز 117 البته حمایت قوی را در عدد صفر و یه 113 داره این عدد برمیگرده به یک اردر بلاکی که اینجا یعنی 21 فوریه شکل گرفته و بعد از اون یک ریتم سعودی را داشتیم بنابراین در حال حاضر به عنوان یک حمایت قوی برای این ارز محسوب میشه اگر که موفق بشه سطح بالایی کانال نزولی خودش را بشکنه میتونیم انتظار داشته باشیم که به زودی وارد یک کانال سعودی بشه پس الان دو تا سناریو داریم یا اینکه با برخورد به این سطح بالایی کانال مجددا برمیگرده به سمت پایین در روزهای آینده و حالا تا نزدیک های وسط کانال یا اینکه به همین عدد صفر حالا 113 که خدمتون گفتم برسه که میتونه یک پله ورود باشه یا اینکه بتونه این کانال رو بشکنه و به سمت بالا بره یعنی اگه به صفر ممیز چهارده رسید اون موقع شاید دیگه این ریتم نزولی پایان یافته باشه و بتونه وارد یک ریتم سعودی بشه بنابراین میتونیم فردا پس فردا نگاه بکنیم اگر که سطح بالایی کانال نزولی رو شکون و به سمت بالا با قدرت حرکت کرد برای ورود یه پله میتونید اقدام انجام بدید و اگر که به اینجا رسید و بازگشت رو انجام داد در روزهای یک دو روز آینده صبر میکنیم تا به این عدد یعنی 0.113 برسه برای ورود البته کسایی که برای میان مدت یا بلند مدت میخوان ورود بکنن همین الان هم مشکلی نداره به نظر من و میتونن حالا یه پله ورود انجام بدن و اگر به این عدد یعنی 0 و 130 در رسید یه پله دیگه انجام بدن و این نقطه کف کانال ما یعنی 0 و تقریبا 9 دهم اینجاها میتونه برای پله سوم در نظر گرفته بشه البته حمایت قوی تره یک اوردر بلاک دیگه اینجا یعنی روی 0.7 صدم دیده میشه بنابراین دیگه بستگی به ریسک پذیری شما داره شما برای سه پله ورود میتونید یکی این نقطه یکی این نقطه یکی این نقطه را انتخاب کنید یا اینکه نه صبر کنید اگر که اصلاح داد پله اول 0.113 صد... صد... باشه پله دوم 7900صدم باشه و پله سوم 0.700 باشه پس ای به استراتژی خودتون میتونید ورود داشته باشید ولی به نظر من ارز خوبی هستش و در نهایت میتونه بعد از بولران حرفایی برای گفتن داشته باشه و تا تارگت یک دلار هم حداقل بالا بیاد البته این مقاومتی که الان برایش وجود داره همون صف ممیز 182 هستش که در مارس یعنی ده مارس به اون عدد رسیده و اگر بتونه این عدد رو رد بکنه بعدا اون موقع میشه گفتش که مقاومت خیلی مهمی فعلا سر راهش وجود نداره و میتونه یک ریتم سعودی خیلی خوبی را طی بکنه و به سمت حالا عددهایی مانند سی و صدم و یا حتی هم و شیش که قبلا بهش رسیده بود در سال 2021 حرکتش را انجام بده بنابراین به نظر من با توجه به اینکه ریتمش در کل سعودی شده یعنی الان نگاه این قسمت که این کانال نزولی که من خدمتتون کشیدم یک کانال اصلاحیه ما اگه اینا برگردیم در یک تایم فریم بزرگتر نگاه بکنیم در میبینید که ریتم این نما تقریبا توی همچین ریتم قرار گرفته توی همچین کانالی قرار داره و داره به سمت بالا حرکت میکنه و جالب اینجاست که این نقطه ای که الان هستیم دقیقا تلاقی با این کانال بزرگتر هم هست یعنی حالا یه تیکه از این کانال بزرگ خارج شده ولی این مهم نیست بخاطر اینکه سریع برگشته و اگر مجددا به این کانال اصلی سعودی برگرده بعدا قابلیت روش حداقل تا وسط کانال و یا سقف کانال رو هم میتونیم براش در نظر بگیریم که اون موقع عددهای 25 و عدد 14 هم دیده میشه بنابراین میتونید برای خریدش تحقیقات بیشتر انجام بدید و حداقل یا،, یا الان یه پله ورود کنید یا اگر اومد پایین تر یه پله ورودتون رو روی این رمز ارز انجام بدید